سلام، من امیر قولم و شما رو به تماشای 27 معنای باکس آفیس کلوت دعوت میکنم. سری به جدیدترین رویدادهای مرتبط به سینمای جهان میزنیم و تازه ترین تیزرهای فیلمها و سریالهای روز رو میبینیم. نیم نگاهی هم به باکس آفیس آمریکای شمالی در 46 هفته سال 2022 خواهیم انداخت که با حضور فیلمهای جدید نوسانات زیادی رو تجربه کرده. امیدوارم تماشای این برنامه براتون مفید و لذت بخش باشه و ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت سفر رو مورد حمایت قرار بدید. لوکاسفیلم با پایان نمایش نخستین فصل سریال جذاب و دیدنی آندور از این هفته سریال ویلو رو منتشر خواهد کرد. در این سریال که ادامه فیلم ویلو از تولیدات دهه 80 همین کمپانیه، قراره یک بار دیگه کوتوله‌ای به نام ویلو با قدرت‌های تردستی و جادوگریش به کمک دنیا بیاد. بیست سال از ماجرای قبلی و شکست ملکه شرور با مردا میگذره و حالا ویلو باید گروهی از افراد رو که برای قهرمان بودن خلق نشدن در مسیر یک مأموریت خطرناک رهبری کنه. برخلاف شایعاتی که پخش شده بود، هیچ نشانی از وال کیلمر قهرمان فیلم اصلی در هیچ بخشی از سریال دیده نمیشه. سریال جذاب ونزدی آدامز همین هفته منتشر شد و نتفلیکس برای اینکه بینندگان بیشتری رو به پلی کردن این محصول ترغیب کنه، سکانسی از رقص ونزدی رو در یوتیوب منتشر کرد. Enid has given you the old Nevermore welcome. She's been smothering me with hospitality. این سریال اسپینافی از مجموعه خانواده آدامزه، یکی از ساخته‌های محبوب تیم برتون که حالا قراره به ماجراهای ونزدی، دختر کوچیک خانواده در کالج بپردازه. This suspense is killing you. آخرین تریلر آواتار راهی از آب هم منتشر شد. جیک سالی و خانواده جدیدش توی پاندورا زندگی میکنن، اما یه دشمن آشنا برمیگرده تا کار نیمه تمومش رو به پایان برسونه. جیک و نیتری و ارتشی از ناویها ساکنان اصلی پاندورا حالا باید برای نجات سیاره تلاش مجدد خودشون رو آغاز بکنن. جدیدترین ساخته جیمز کامرون 16 دسامبر منتشر خواهد شد و مثل نسخه اول 3D خواهد بود. تیزر جدیدی هم از کمدی سیاه نویز سفید با بازی آدام درایور و گرتا جرویگ منتشر شد. جک لدنی استاد مطالعات هیتلر در کالج روی هیله، اما یه تصادف فاجعه‌آمیز که به انتشار زباله‌های شیمیایی داخل واگن‌های یک قطار منجر میشه، زندگی او و خانواده‌اش رو به همراه همشهریانشون به مخاطره انداخته. این ساخته نوح بالونباخ 3 دسامبر از شبکه نتفلیکس منتشر خواهد شد. بریم سراغ آمار باکس آفیس این هفته که با وجود اکران 6 فیلم جدید 44% کاهش فروش نشون میده که به خاطر فروکش کردن شوک ناشی از اکران پلنگ سیاهه. It's not the end. There's a lover in the story, but the story is still the same. درام جنایی و تحسین شده ی استخوان‌ها و همه دهمین فیلم پرفروش هفته. Permission to murder and to maim. فیلمی با بازی تیموتی شالامی و تیلور راسل که داستان زندگی دختر جوونیه که میخواد یاد بگیره به تنهایی از پس زندگی در حاشیه شهر بر بیاد. یه عاشقانه عجیب غریب که در جشنواره ونیز هم خوش درخشید. نخستین هفته اکران استخوان‌ها و همه با فروش 1.5 میلیون دلاری این فیلم
به پایان رسید. لایو اکشن کمدی موزیکال لایل لایل کروکودایل با 5 پله سقوط به خونه نهم جدول اومده. پسر نوجوان ساکنان جدید خونه یک کروکودیل سخنگو توی اتاق زیر شیروانی پیدا میکنه و تصمیم داره که کمک کنه او استعدادش در آواز خوندن رو به نمایش بذاره. کروکودیلی با صدای شان مندز. این محصول سونی پیکچرز هفتمین هفته اکران رو با 2.6 میلیون دلار فروش پشت سر گذاشت. درام تاریخی او گفت در نخستین هفته اکران خونه هشتم جدول رو از آن خود کرده. مگان توهی و جودی کانتور خبرنگاران نیویورک تایمز با افشای یکی از مهمترین ماجراهای پشت پرده به شعله ور شدن جنبش مهمی کمک کردند که دهه ها سکوت پیرامون موضوع تجاوز جنسی در هالیوود رو از میون برداشت. او گفت در نخستین هفته اکران 2.8 میلیون دلار درآمد داشت. درام جنگی فداکاری شروع چندان درخشانی نداشت. یه جفت خلبان جنگنده یا نیروی دریای آمریکا در طول جنگ کره جون خودشون رو به خطر میندازن و در پایان به دو تن از مشهورترین خلبانهای نیروی دریای ایالات متحده بدل میشن. فداکاری با فروش اندکی بیش از 3 میلیون دلار نشون داد هر فیلمی درباره هوانوردی قرار نیست رکوردهای فروش رو جابجا کنه. درام خانوادگی بلیتی و بهشت هم در پنجمین هفته اکران به خونه ششم باکس آفیس اومده. زن و مردی که سالها پیش از هم جدا شدن قراره به بالی سفر کنن تا جلوی ازدواج دخترشون رو بگیرن، چون اعتقاد دارن او نباید اشتباهی که اونها 25 سال پیش مرتکب شدن رو تکرار کنه. جدیدترین فیلم جورج کلونی و جولیا رابرتس این هفته 4 میلیون دلار دیگه فروخته و مجموع درآمدش به 62.5 میلیون دلار رسیده. سقوط آزاد بلک آدام این ابرقهرمان دی سی رو به خونه پنجم جدول انداخت. مردی با قدرت‌های خدایان مصر 5000 سال در اسارت بوده و حالا که بیدار شده میخواد عدالت رو به روش خودش در جهان حکم فرما کنه. بلک آدام. این ابرقهرمان دی سی با بازی دواین جانسون نتونست انتظارات رو برآورده کنه و این هفته با فروش 58 میلیون دلاری مجموع درآمدش رو به 158 میلیون دلار رسوند. انیمیشن دنیای عجیب جدیدترین محصول دیزنی چهارمین فیلم پرفروش هفته بود. کلتز افسانه‌ای خانواده از کاوشگرانن که اگر نتونن از پس اختلافات داخلیشون بر بیان در مأموریت اکتشافی آخرشون شکست خواهند خورد. فروش 6.7 میلیون دلاری دنیای عجیب البته خیلی کمتر از انتظار بود. فیلم دلهره آور منو در هفته اول اکران تو خونه سوم باکس آفیس قرار گرفته. یه زوج جوان قرار سفری رویایی به یه جزیره اختصاصی داشته باشن که رستورانی ویژه در اون با منوی مخصوص میزبانشون خواهد بود. اما همه چیزهایی که توی منو هست چندان رویایی نیستن و منوی ویژه سرآشپز چالش مرگباری پیش روشون قرار میده. منو این هفته رو با 11.3 میلیون دلار فروش به پایان رسوند. We now offer you a 45 second head start. What are you losing? شگفتی این هفته اکران دو قسمت نخست فصل سوم سریال برگزیده بود. این سریال تاریخی مذهبی درباره زندگی مسیحه و استقبال خوبی از نمایشون بر پرده نقره‌ای شده، طوری که دومین فیلم پرفروش این هفته ای آمریکای شمالی لقب گرفت و تونست 11.8 میلیون دلار در گیشه سینماها درآمد داشته باشه.
پلنگ سیاه واکاندا برای همیشه با وجود کاهش 62% همچنان پرفروش‌ترین فیلم هفته است. اهالی واکاندا پس از مرگ پرنس تچالا سوگوارن، اما تهدیدی خارجی سرزمین اونها رو به چالش کشیده و حالا برای دفاع از کشورشون باید با هم متحد بشن و از پس این بحران بر بیان. آخرین فیلم فاز چهارم دنیای مارول در دومین هفته اکران نزدیک به 83 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش به 303 میلیون دلار رسید تا نشون بده این فرانچایز مارول حتی بدون قهرمان اصلیش هم محبوب و پرفروشه. هفته آینده فیلم تازه اکران نخواهد شد و رقابت بین فیلم هایی که همین حالا هم روی پرده هستند ادامه پیدا میکنه. امیدوارم از تماشای این برنامه لذت برده باشین و قرار هفتگیمون در باکس آفیس کلوت رو فراموش نکنین. به امید روزهای شاد و آزاد.